بینند از تلویزیون امروز مصاحبه داریم با یک هنرمند و یک هنرمند زاده. امیدوارستم که مورد توجه شما واقع شود. پرستو عزیز سلام. سلام. شبانه جان عزیز سلام. سلام. زیاد خوش آمدین. با جشنوار است. دومینش است. در حقیقت سالگریش است. هر 10 سال میگیرن. بسیار زیاد خوش آمدین. شما زنده باشین. همیشه خوش باشین. هر دو مادر و دختر. دو هنرمندی که زیاد دوستتان دارم. شما خوش باشین، ما هم شما را قلبن دوست داریم. زنده باشین. میخواستم یک سوال بکنم. بفرمایید. چقدر پرستو نقش داشته ده هنر دخترش؟ بهتر است که شبانه جان بیان کنه. خودش شبانه جان بگو. چقدر مادر، من مادر میگم، اختیار خودت، هر چی میخوایی بگو. چقدر نقش داشته در هنر امروزی خودت؟ اولتر باید بگویم آقای بدی که مادرم نوریه میریار و مشعل ترانم پرستو میریار دو انسان متفاوت هستند. یک نفر نیستند. طبعا مادر برای اولاد خود خواستای دیگر می داشته باشه. مخصوصا وقت خودش بر رول دیگه که داشته در جامعه بوده، به این مسلک کار کرده، تجربه خاص می داشته باشه. تجربه که شاید خدر خوشایند نباشه برش، که در یادش می مانه. طبعا که میخواید جلوگیری کنه که من این تجربه را باید نکنم در زندگی. منعیس ناخواسته، منعیس مشعل ترنم پرستو میریار الگوی ما بودن، چون که ما اینا را از یک دید دیگه میدیدم. ما بیشتر درباره مشعل ترنم پرستو میریار میفهم نسبت به هر کس دیگر، چون که مردو چیریش مشناسم. من منعیس کسی که از او هنرمند مایت میکنه، یعنی نوریه مهریار، او رو مشناسم، و کسی که رول پرستو مهریار مشعل ترنم داره، او رو مشناسم. شما کدام رول بیشتر براتون ارزش داره؟ در گپایی که شبانه جان گفت. شبانه جان اترس دکتر سیبگل که دو انسان اگر اولاد آدمان باشه، اما ذهن مختلف دارن، دید مختلف دارن. من نمیتونم که نظریات خدا سر شبانه جان تعمیل بکنم، چون اولادای خدا ما قبول کنین منیسی یک رفیق دوست دارم، و شبانه جان شکر بسنه هست که کافی زندگی را لمس کرده، زندگی را دوست داره، صبح که از خواب برمیخیزه زندگی را با عشق شروع میکنه، با محبت شروع میکنه، با دوستی شروع میکنه، و زندگی را میفهمه، تمام راه زندگی را میفهمه. از او سبب من فکر میکنم که من من حیث مادر خانواده به صفت مادر نقش داشتیم، اما نه به صفت کسی که شبانه را در راه موسیقی برده باشم. این نقش من نداشتم. یک سوال میکنم از پیشتم. بفرمایید. وقتی شبانه جان تولد شد، آرام آرام شروع به راه رفتن کرد و گپ زدن. نه. وقتی که شما یا زنده یاد مهریار میخواند و میدینی گوش میکنه، میفهمین یک روزی هنرمند میشه یعنی؟ بله، به خاطر که من فیلم های شبانه جان داشتم، به می روزا برش سپردم که شبانه جان یک خواندن شما گروه باران دست جمعی همه تان فراد جان دریا و مختار جان مجید که روی شما چه میکنم و صحت کامل برای این نازنین آرزو دارم، و می گروه شما خوانده بود که بهار آمده و قرار آمده یا نگار آمده، اما تو بود شبانه جان نی؟ و شبانه جان روز سالگریش است امرای بهار جان، ای تو یکی دیگر به اصطلاح به کشتی پالوانی تیله میکنن، او میگه من پیش کمره میخوانم و شبانه جان میگه من میخوانم، و این چطور اردوی از دیگه دوگانه مقبول میخوانن مثل که یکان آهنگ ما و رنجان میخواندیم. من از او وقتا میفهمیدم که شبانه یک روز میمان موسیقی میشه و میره در سرزمین موسیقی یک سفر میکنه. ولی از همه جالبتر بر من این بود که شبانه جان وقتی که خوردان بود غزلا را گوش میکرد، و اتفاقا در غریب خانی ما استادای بزرگ موسیقی گاگای سر میزدن و ما را سرفراز میساختن، مثل استاد بزرگوار، استاد هاشم، استاد خودم که دستایشان ماچ میکنم، خیال صاحب، استاد الفتاهنگ، استاد الطاف حسین، اینا که میامدن. باز شبانه جان همیشه هیچ وقت به شما نمی بود، اما وقتی که موسیقی شروع می شد شبانه نفر اول بود که می آمد و پیش یک هرمونیه می شیشت و فقط سایل می کرد و گوش می کرد.
بس او فیلمایشان برای خودش سپردم، مصاحبه هایشان برش دادم، خنده هایشان، شوخی هایشان که شما به زودی از تلویزیون امی تلویزیون آریانا به خیر اونا را میبینید. شبانه جان، آیا خودت که خرد بودی وقتی میدی پدر و مادر میخوانه، از جایی که به یادت است، شاید هم 4 ساله، 5 ساله، شاید هم 6 ساله، 7 ساله، میگفتی که امروز دوست دارم بخوانم، مثلا امرای پدر بخوانم یا امرای مادر بخوانم، یا تانا تصور مادر بود؟ مراش برتان بویم، ما یادم نیست که چی وقت بود، اما میفهمم وقتی که اولین بار در مکتب سوال کردن که شما مصروف کدام مسلک میخواین شوین وقتی که کلان میشین. نمیفهمم چرا، با چی دلیل با ما تایی شده بود که من رای ما در میستیر است. ما خدا دیگه جایی نمیدیدم. جالب است. بعد از او کار آمارام مسیر یافتی، فهمیدی که نه، باورم بیشتر و میره است. یعنی هیچ رشته و مسلک دیگری خودت نکشون به او طرف. من یک انسان هست موقع بعدی باید تصدیر برتان دلیل تشریح کنم یک کوتا، چون که باز واضح میشه که چرا ما ایرار انتخاب کردیم. یا من یک چیز را به انتها دوست دارم یا اصلا خوش ندارم. ما یعنی حد وسط دوست ندارم. بله، یا سیاه یا سفید، راحت هستم امرایش. و از شروع موسیقی را دوست داشتم و تمام گوش و قلب ما از موسیقی بود. با او دلیل من هیچ لازم نمیدیدم که دیگه چیز مسلک خود بذارم. پرستو جان، وقتی شروع کرد به کار موسیقی از چی میترسیده؟ مثلا چی ترس بود دلتون که شبانه میره بخونه؟ من خودم دکتر صاحب در گذشتم بیان کردیم که من از یک خانواده بسیار متاسف من شروع کردم به خواندن و من جفای روزگار بسیار خودم جفای محیطه، مخصوصا ما افغانستان را که شما امروز میبینین، ای کاش دیروزش بر ما هم اینطور میبود که با تاسف نبود. من وقتی که خواندم مشکلات های زیاد را من قبول کردم و برای من اصلا چون خودم من نیستی یک زن در این راستا در قازین کار خود تشویق و تحسین نشدم، حتی توهین شدیم ما زنایی که میخواندیم در گذشته. ولی شبانه جان مرا خوشم میگه که راست میگه، وقتی که به موسیقی شروع کرده ما مخالفت داشتیم، من ایره اقرار میکنم برای مردم عزیز خود، هیچ وقت نمیگم که ما شبانه جان کمک کردیم، ما شبانه جان تشویق کردیم، ما روی شبانه جان ماچ کردیم، ورش گفتیم که واو والا جان مادر خود برو بخوان چقدر مقبول میخوانیم. مخالفت های زیاد کردم ولی خدا ببخشه آقای میریار، چون خودش همیشه در این را قربانی داد که با ما عروسی کرد که من خانمش بودم، در مقابل خانواده خود استادگی کرد. پدرش زیاد دوست داشت که بشنوه یگان وقتی که شبانه میخواند، یا خرد بود به شرمونیه، یعنی میریار بسیار بدقت گوش میکرد، مخالفت نمیکرد. اما ما در شروع شبانه جان که پیشم امروز شیشته، واقعا من میگم که من زیاد مخالفت داشتم به خواندنش. کاش شما از من میپرسین که من از چی میترسیدم. نوبت از آن میرسه سوال کنم، یک دقیقه. پرستو جان، از هنری که دخترتان شروع کرده بود از چیش میترسیدیم؟ بیشتر بر شما عرض کردم که وقت ما وقت از اینا فرق داره. ما خب بسیار موضوعات است که اگر ما شما سر از این صحبت کنیم بسیار باید یک وقت کافی باشه که من این رو تشریح کنم بر شما و شما رو قناعت بدم. اما ما از امی جامعه تنگه که من خودم در اون نفس کشیده نتانستیم و مو بهترین کار یک زن در جامعه افغانی هیچ وقت در موردش من مثبت نشنیدیم. میره من به صراحت میگم بسیار یک تعداد معدود است که یک دختر خانم بخونه حضور بگن که یه هنرمند میشه و میخونه. خب اول خب همی موضوعات خشونت از خود خانواده شروع میشه، از طرف کاکا و ماما و خاله و اینا شروع میشه که اینه من به صراحت میگم که هیچ کس باز نمیگه که چقدر طور مثال شبانه جان یا یک دختر خانم دیگه صدای مقبول داره، ولی چقدر خوب برای از این که ما در
موسیقی که طور مثال یک تعداد هنرمندا که اسمایشان رو بگویم وقت نمیگیره، همین خانما که ما پای هم خواندیم آمدیم، ما دیگه در ایرا بالاخره این سفر رو طی میکنیم میریم. ضرورت است که باید شبانه مهریار باشه، ضرورت است که طور مثال اگه دختر انگامه جان باشه بخوانه، ضرورت است که از یک خانم دیگه یک دختر بخوانه، وزی تازه کارهایی که خواندن هم در بینشان صداهای خوبه هست که میخوانند که آدم باید درست قضاوت کنه، ولی امیره نمیگن، امیره نمیگن. باز مثلا شما خاطرتان کامل امرایتان موافق هستم، آوازخوانی بانوها کار بسیار دشوار است، ولی شما خاطرتان جمع بود که بالاخره در غربت است، یعنی با شما هم موافق، مهریار هم موافق، از چی دیگه میترسیدی؟ من از همین حرفی که اگر یک روز یک خانواده را تشکیل میداد، از حرف درون او خانواده من اراز داشتم و او حرف من خوش نداشتم. او یگانه ترس ما بوده و در او حرف و در او تصمیم، در او عقیده، در او اندیشه، در او فکر، من فکر میکنم که شبانه جان حرف نی بر من میگه و میگه که بله مادر، در مقابل یک خانم، یک خانواده، بالاخره یک حرف مثبت نمیگه، عاشقانه نمیگه و یک حرف میگه که واقعا آدم نارام میشه. شبانه جان، خودت وقت شروع کردی این ترس مادر است که یک وقت به خانواده نو میری، ازدواج میکنی، خانه جور میکنی و امکان داره گپ باشه، بر خودت وقت شروع کردی فکر میکنی چی رقم امروی این مسئله آشتی کنی؟ امروی این گپ که امکان داره همسرهایم دید خوشو ننو نفهم کیا، امکان داره که موافق هنرت نباشند. وقتی شروع کردی چی رقمی رو پیش بینی کردی؟ اگر قبل از این اجازه باشه که دوباره یک موضوع دیگه هم چنان که یاد شده برتان بگویم که ادامه پیدا میکنه، یک پیوند خاص داره همراه یکی دیگه. مادر جانم گفتن که اینا خودشان میترسیدن که جامعه برشان میربان نبود، یعنی هیچ وقت از کارهای مثبتشان تقدیر نکردن. این فرق نکرده در جامعه ما، یک اصلا فرق نکرده، من فرق نمیبینم. ما یک تعداد کاری خود میتونیم که با مشکلات کمتر انجام بدیم، ولی حرف بر ما هم است مثل قبلا است. دخترهای هستن که از فامیلای بسیار قیدگیر میان آوازخوان میشن که خشونت ها در مقابلشان قرار میگیره و من فکر میکنم یه چیز نو نیست و یه چیز نیست که امرای نسل ما ختم میشه. من فکر میکنم یه انوز بسیار بسیار انوز طول میکشه. چگونه آدم میشه این ترس از جامعه بگیره؟ یعنی چگونه میشه که اندیشه جامعه را عوض بکنه؟ به نظر خودت که نسل نو آوازخوان امروز هستی، فکر میکنی آدم چی بکنه، چگونه با هنرش برخورد بکنه که دیگه جامعه ردش نکنه، دیگه جامعه بگه که خوش آمدی، من میپذیرمت، تو میتونی یک وسیله تسلی ما باشی؟ چی رقم میتونی؟ چی رقم در ذهن خودت میگرده؟ من فکر میکنم ما متاسفانه چیزی که جامعه ما ازش میترسید آل برشان تثبیت شده. خب قبلا وقتی که نسل مادرجان اینا همگی میخواندن، کسایی بودن که تازه آغاز کرده بودن و یک پیشگام بودن، همگی هر نوع ترس میداشتن. ترسشان یعنی یک چیز نبود که بگوین من از این چیز میترسم. ترس عمدهشان فکر میکنم این بود که خانما از چوکات اجتماعی خارج میشن، امرایزی آزادی که برشان داده میشن. اینا کسایی بودن که چوکات اجتماعی، یعنی شاید کارایی کنن که در اجتماع ما تنانی در هیچ اجتماع قبول نشه. درست فهمیدم، متوجه هستین؟ اینا از این موضوع اصلا هیچ نمایندگی نکردن، همگی واقعا مصروف موسیقی بودن. متاسفانه حال در موقف که من قرار دارم، یک تعداد خانمایی هستن که بسیار با مقبولیش هنر خود پیش میبرن، به حد زحمت میکشن که ما از ایشان یعنی میخوایم حمایت کنم تا اندازه‌ای که میتونم و به توان ما است، ولی تعداد بسیار زیاده است
که اصلا با هنر موسیقی هیچ تعلق ندارن و اصلا نمایندگی هست چیزی که باید از یک هنرمند خانم باشه نمیتونن کنن. مثلا وقتی خودت میگی که جامعه برخوردش همگون است، چی خوب چی خراب، چی فرق میکنه که او باشه داخل موسیقی یا نباشه؟ ما میخوایم بگویم که خودت وقتی که میخوایی که میگی ما هنر موسیقی میخوایم ببرم، منتها به شکلی که راه علاجشم پیدا بکنم. که اندیشه آدم ها، یعنی وقتی که ما بین خانه چگونه ما بین خانه راه پیدا بکنم و جزء حافظه جمعی آدم ها شوم که اونام بگن که من موافق هستم میتونه آواز خانه ما باشه. بله. ایره چی راز خودت چی رقم پیش بینی میکنی؟ البته پس به سوالی که مادر جان تشویش داشت، استراب داشت، به اون پس میام برای اینکه اونم فکر کردی. بله بله. پس همزمانی که ما بین زندگی خانوادگیت فکر کردی که چطور من میتونم به یک زن جابجا شم، هم شوهر، هم خوشو، هم ننو، هم فامیل خسور قانی بسازم، هم جامعه را قانی بسازم برای اینکه من اینطور برنامه دارم. آقای بدی باور کنین من هیچ وقت فکر نداشتم. من فکر من هدف معمش موسیقی بوده و هیچ مهم نبوده که یک شوهر در زندگی من می باشه یا نمی باشه، یا من یک همسفر در زندگی من می داشته باشم یا نمی داشته باشم. این کاملا یک چیز بوده که در زندگی من رول نداشته. صادقانه پیشتر گفتی برای خودت یا سیاس یا سفید. بله. وقتی کار را شروع میکنی میخوای بری تا آخر. بله. اگر شد شد، نشد نشد. بله. برای من هیچ مهم نیست، فقط موسیقی مهم بود. هدف من موسیقی بود و هی که چی جنجال ها رو می داشته باشم و چی راه ها رو باید طی کنم تا به هدفم برسم، این برای من فقط یک راه بود، راه طرف هدفم. کاملا درست. هنوز اون استرابتان مانده؟ هنوز اون ترستان مانده یا لگه خاطرتان جمع شد؟ خب ترس همیشه در زندگی انسان در هر موضوع زندگی می صبح که ما از خواب بیدار میشیم و طرف یک کار اقدام میکنیم، طبعا دل ما میلرزه به خاطر از اینکه از ناکامی و کامیابی از ویراس میداشته باشیم. دکتر سیبگل، من از این چیز نمیترسم چون دختر خدا بشناسم که چقدر سر شخصیت خود حاکمیت داره، چقدر امو نام و ارزش پدر خدا، خانواده خدا، مادر خدا میفهمه و دوست داره. ولی از این میترسم که با می عشقی که داره، با می بی صبرانه عشقی که داره، به اصطلاح جنونی که به موسیقی داره، و ترس از این دارم که یک روز نبایه که نه نمیخوانم. جالب جالب. نه نمیخوانم. من آرزو دارم که یک هنرمند بر افغانستان تحویل بتم، نه دختر خدا به عنوان شبانه. آرزو دارم که یک صدای دیگه از خانواده مهریار برای مردم افغانستان، برای مردم جانانیم، برای او مردمی که یک عمر از هر کسی یک توقع داره که برای وطن خود یک الهام داشته باشه. من صدای شبانه را خودم دوست دارم، صدایش را دوست دارم و آرزو دارم که در این راستا وقتی که داخل شده یک الگوی خوب، یک صدای خوب، یک خانم خوب، یک هنرمند خوب بر مردم خود باقی بانه و این را رمه تو که پیشتر خودشان گفت که صادقانه، عاشقانه و بسیار در این راستا، اما طور که مادرش یک قربانی داد و تا امروز به فضل خداوند ما و مردم ما از مرازی است، بر ما این کلانترین یک نعمت است. همین آرزو دارم که ادامه بده و خودم در این راستا آل کمکش میکنم. من دیگه چیز کمک کرده نمیتونم. شاید به عنوان یک خانمی که پیشتر از شبانه خواندیم، از تجربه های مثبت من اگر گاگایی بشنوه استفاده کنه خوش میشم بسیار زیاد، و اگرم خودش یک تجربه نوتر داشته باشه مخالف نیستم. شبانه جان، برای خودت بیشتر قصه کردی میخوایم موسیقی رو بخوانم، برای یک دوست دارم، عاشقش هستم. مردم در کجای موسیقی تو هستن؟ آیا در پهلوی موسیقی تو هستن؟ از موسیقی تو فاصله دارن؟ امروی موسیقیت کاملا یک جا هستن؟ بافت درست دارن؟ کجا هستن؟ شبانه مهریار هم با شبانه متفاوت است. بر شبانه
که میخوای از شبانه میریار مایت کنه، مردم به حد مهم هستن. باید از کارش تایید کنن، باید از که ازش حمایت کنن و باید از همیش در پولیش باشن، همراهش باشن. برای شبانه مهریار که خودش یک هنر میخوای تقدیم کنه، فقط مهم است که کسایی را پیدا کنه که هم مفکوریش هستن. کسایی را میخوای پیدا کنه که از چیزی که او خودش هنر فکر میکنه که هست لذت ببرن. یعنی اون چیزی که خودت میلرزان دوست داری برش بخونی. خاطر جمع است که شبانه بدون مهریار اینجا است. بله. کمکش میکنم، میگه برو. پیش بله. برو. بله. خب. میخوای بگی که در درون هر هنرمند یکی شخصیت اجتماعیش است که زنده به یک انسان زنده است، یک شخصیت هنری شده، یک انسان هنرمندش است. بله. که انسان هنرمندش آزادی های خود داره، این انسان که عادی بین اجتماع زندگی میکنه هم محدودیت های خود داره، هم قید و قیود خود داره. یعنی میخوای شبانه میریار نباید قید باشه، یعنی باید آزاد باشه، همونطور است؟ هنر همیشه باید از مرز نشناسه. هنر هیچ وقت باید است که داخل یک چوکات نباشه. هنر یک چیز است که آدم میگه هیچ مرز نداره، هیچ چوکات نمیشناسه، هیچ سرحد نمیشناسه، زبان نمیشناسه. هنر اگه قید باشه و قیودات در قسمتش قرار گرفته شوه، هیچ وقت نمیتونه هنر باشه، برای اینکه مفکوری باز و بی سرحد کار داره. شبانه‌ای که در زندگی شخصی از شبانه میریار من ایسا هنرمند مایت میکنه، فقط باید از وظیفهشی است. به نظر من برای هر کسی که میخونه هنرمند میخواه باشه، فقط آوازخوان نی، مهم است که فرق در بین خود من ایسا یک انسان شخصی و او کسی که در رولش است، او رو باید بفهمه. ناگانه اردوش یک نفر است، ولی این رو باید تسته که تقسیم کرده بتانه تا بتانه که از او شخص دیگه حمایت کنه. ما میتونیم صوبکی از جای ما بلند شویم، بسیار خسته باشیم، ما حوصله از این نداشته باشیم که قربان من امروز ما میخواییم که یک رخت بسیار ریلکس بپوشم، میخواییم بیرون برم و میخواییم امروز نه فیشن کنم و هیچ چیز نمیخواییم کنم. اما این کس شبانه میلیار بوده نمیتونه. برای زی کوره او هنرمند خود مردم میخواه همیش من یک چی رو ببینه، میخواه همیش آن تاپ ببینه، در بلندی ها ببینه و هیچ وقت قبول نداشت. ما خودتان میفهمین از این بزنس هست این آقای بدی که اشتباه رو هیچ این رشته قبول نمیکنه. ما میتونیم سالها بسیار چیزای خوب بر مردم ما تقدیم کنیم، بر علاقه مندای ما، اما امکان داره که با یک اشتباه کوچک امو یک نفر بخیه سس بدیم و این ریسک شبانه در مقابل شبانه میریار گرفته نمیتونه و او خاطر مسئولیتش داره که نگاهش کنه و ازش حمایت کنه که او نفر پیش بره، که بعضی وقت بسیار مشکل میشه. من خودم یک مادر هستم و طفل من 1 سال و 8 ماه دارم. برای من مشکل بود که من در این قسمت منیس یک مادر از شبانه میریار حمایت کنم. رزی نمیمانه می تک سفر کو جنجال های سر خود بگی. طبعا کوشش میکنیم که یک موازن در بین زید و نفر ها رو بیافم، اما مشکل تر است. آخرین آهنگ انتخاب کو بخوان، چی رقم آهنگ میخوایی بخوانی؟ من فکر میکنم شاید آخرین آهنگ خود برای کودک بخوانم.